سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یار بورس در خدمتتونم. دوستان طبق روال هر روز ما هر روز میایم تحلیل چند تا از ارزهای پرتقاضای بازار رو تو کانالمون قرار میدیم. تو این ویدیو هم قصد داریم ارز دوج کوین رو تحلیل کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این ارز، شما لطف کنید اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردیم، واسه حمایت کردن از من همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر میکنم ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوش رو ببینید. من چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا اگه شما هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. خب دوستان، اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون. بریم سراغ تحلیل. خب توی ویدیو قبلی که ما تحلیل ارز دوج کوین رو داشتیم، ما تقریبا توی قیمت 24-25 سنت بودیم که من گفتم در حال حاضر قیمت ارز واسه خرید مناسبه، ولی باید حد ضررتون رو توی بدترین شرایط روی این لاین سودی قرار بدین که حدود 7-8% پایین تر از اون قیمت بود، همین لاین سودی سبز رنگی که اینجا رسم کردیم. خب متاسفانه نمیدونم چه اتفاقی افتاد که مدیر عامل صرافی بایننس اومد اعلام کرد منتظر نوسانات توی بازار باشین. برخلاف شیبا که نوسانش سودی شد و قیمتش رفت بالا، اکثر ارزا کلا شروع کردن به ریزش. حالا نمیدونم دیگه قضیه چی بود این وسط، فقط اون اعلام کرد منتظر نوسانات باشید و همچنان بازار تحت تاثیر نوسانات قرار داره. خب قیمت این ارز متاسفانه اومد همون حد ضرری که حدود 7% اینا پایین تر بود و شکوند، و حتی این لاین نزولی هم که قبلا شکونده بود اینم شکوند و قیمتش اومد پایین. خب همینطور که قیمت ارز می اومد پایین، حمایت داینامیک بزرگتری که این ارز داشت روی همین قیمت 21 سنت می شد اگه با همین کندل می خواست بهش برسه، ولی این اتفاق نیفتاد و ارز قبل از اینکه به این حمایت برسه روی 21 سنت و 700 شروع کرد به برگشت زدن رو به بالا. اگه بخوایم بیایم به چارت این ارز نگاه کنیم، تنها حمایت استراتژی که میتونستیم واسه این ارز در نظر بگیریم، ببینید یه دونه کف این اصلاحه، کف این دره ای که اینجا رسم شده و نقطه بعدی همین کف این کندلی که تا این پایین اومده. البته فاصله زیادی هم تا همین حمایت داینامیک پایینیش نداشته، ولی خلاصه از یکم بالاتر برگشت زد و خب حالا قیمتش تا 24 سنت برگشته بالا. خب حالا ما بیایم بریم تو تایم فریم 4 ساعته که تحلیل قبلیمون بود. ببینید تایم فریم 4 ساعته رو که باز میکنیم، شکسته شدن این لاین سودی که کاملا مشخصه، خب حتی لاین نزولیش هم شکسته شد و قیمت تا همون محدوده ای که گفتیم رفت پایین. در حال حاضر این ارز یک کندل مثبت زده، ولی همچنان نمیشه به این کندل اعتماد کرد، چون اولا زیر این لاین صعودی قرار داریم، اگه بخواد بیاد بالا هم با مقاومتی که اینجا تشکیل داده واسه خودش برخورد میکنه، همچنان به طور کامل دوباره این لاین نزولی رو به بالا نشکسته، امکان داره کندل قرمز بشه. و اگه بیام کندلای قبلی رو نگاه کنیم، ببینید اینجا هم همچین کندلی زده بود، همین کندلی که اینجا دارین میبینین اینجا هم هستش، ولی بعدش قیمت ارز سودی نشد، پس امکان داره بازم تو کندلای بعدی قیمت ارز شروع کنه به پایین رفتن. حمایتی که واسه این ارز میشه به طور مشخص اعلام کرد، تو تایم فریم روزانه مشخص کرده بودیم. ببینید حمایتی رو که در حال حاضر در صورت پایین رفتن میشه از این ارز انتظار داشت، روی همین لاین سودیه که به عنوان حمایت داینامیک عمل میکنه واسش، و اگه بخواد قیمت ارز یک کله بیاد پایین، احتمالا توی 21 سنت یا 20 سنت و 900-800 با این لاین برخورد بکنه. اگه میخواین ببینین این لاین مسیرش چطوری بوده و کجا برخورد کرده، ببینید
از همین قله شروع شده، اومده یه بار با این لاین برخورد کرده و حدود 2 ماه پیش هم یه برخورد دیگه داشته که روش حمایت شده و اگه این بار هم بخواد برخورد کنه به عنوان سومین برخوردش میشه در نظر گرفتش. به خاطر همین میتونیم بگیم این حمایت معتبری. حالا برگردیم تو تایم فریم 4 ساعته. پس گفتیم اگه قیمت ارز دوباره منفی بشه و بخواد بریزه، حمایتی که ما واسش داریم روی همین لاینه سعودیه که توی قیمت 21 سنت حدوداً باش برخورد میکنه. ولی اگه این ارز بخواد شروع کنه به صعود، ببینید اول باید خودش رو روی این لاین نزولی تثبیت کنه. بعد از اینکه این لاین نزولی شکسته شد و خودش رو روش تثبیت کرد، میاد با این لاین صعودی که قبلا داشته برخورد میکنه و این لاین میتونه به عنوان یه مقاومت واسش عمل کنه. پس این لاین صعودی هم الان به عنوان یه مقاومت محاسبه میشه. خب نقطه حمایتی هم که ما گفتیم روی این لاین صعودی قرار داره، از قیمت فعلی حدود 12% 13% پایین تره. پس اگه قصد ورود به این ارزو دارین، ببینید با اینکه قیمتش اومده پایین، قیمتش جذاب تره، ولی باید توجه داشته باشین که ما یه مقاومت روی این لاین نزولی داریم، یه مقاومت اینجا روی این لاین صعودی داریم، در حالی که حمایتی که واقعا بخوایم به چشمه حمایت معتبر بهش نگاه کنیم، حدود 12% 13% از قیمت فعلی فاصله داره. پس اگه قصد خرید این ارز و ورود بهش رو دارین، اولا شما باید صبر کنین کندلای قرمز یکم فشارشون کم بشه. ببینید من یه حالت نزولی رو بیارم بهتون نشون بدم. ببینید این تیکه که ارز داشته اصلاح میکرده، آخرای ریزشش رو ببینید کندلای قرمز کوچیکتر شده و یه کندل سبز بعد از این اومده تشکیل شده و نقطه بسته شدنش بالاتر از باز شدن یا بسته شدن کندل قبلیش بوده. پس اینو ما میتونستیم به عنوان یه نشونه شروع روند صعودی در نظر بگیریم. اینجا هم همینطوره. البته این کندل برگشت رو به پایین، تقریبا الان داره یک کندل چکش رو تشکیل میده، ولی ما نمیتونیم به این کندل اعتماد کنیم. کندل بعدیش بیاد یک کندل سبز باشه که بسته شدن کندل بالاتر از حداقل 75% این کندل باشه، مثلا تقریبا بیاد روی 24 سنت بسته بشه. ما در اون صورت میتونیم بگیم که روند ریزشیش تقریبا تموم شده و قیمت ارز داره شروع میکنه به صعود. گرچه همین کندل هم در حال قرمز شدنه، ثانیه به ثانیه داره میره پایین تر. پس حالا حتما نباید توی کندل بعدی همچین الگویی رو ببینید. اگه دیدین قیمت ارز حالا تا نقطه حمایتی اومد پایین، برفرض بگیرین تا اینجا اومد پایین، اینجا کندلای قرمز حجمشون کمتر شد و کندلای سبز شروع کردن بالاتر از کندل قبلی خودشون بسته شدن، میتونیم بگیم که روند ریزشیش تموم شده. در حال حاضر شرایط خرید نیست، چون همین که بخرین دوتا مقاومت سخت روبروتونه. حالا شاید این لاین نزولی دیگه واسه مقاومت ارزش نداشته باشه، ولی در صورتی که قیمت ارز بره بالا با این مقاومتی که لاین صعودی قبلی خودش واسش درست کرده برخورد بکنه، میتونه روی این لاین نزولی ازش حمایت بشه و قیمت ارز تقریبا خودش رو اینجا تثبیت بده. خیلی خوب دوستان، این بود از تحلیل امروز دوج کوین. ممنون که تا اینجا با ما بودیم. ببخشید اصلا این ویدیو خیلی پیچیده شد، دیگه من به ساده ترین زبونی که میتونستم بیان کردم. حالا اگه خیلی پیچیده‌اش هم کردم دیگه عذرخواهی میکنم از شما. فقط قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم، شما لطف کنید اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا از تحلیل ها جا نمونید. فعلا شب و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.